برای من بهترین بود. بله. هر شب بهترین عکسی که ما گرفتیم، عکسی که من گرفتم، عکسی بود که از همون در عملیات بیت المقدس بود. عملیات بیت المقدس همونطور که اطلاع داریم در دو فاز مختلف انجام شد. فاز اولش از دوم سوم تا روز 13 و 12 اردیبهشت طول کشید. 13 اردیبهشت طول کشید. که در این فاز نیروهای ما از پل از رود کارون پل زدن گذشتن، در پلی گرفتن غرب کارون، بله، یواش یواش رفتن جلو، پادگان حمید رو آزاد کردن، بستان رو آزاد کردن. یعنی ببینید چه جای وسعتی داره اینجا. تا رسیدن به حورالحبیده، یواش یواش برگشتن به طرف جنوب، به طرف دنباله جاده تهران خرمشهر و راه آهن. اینجا رو کم کم آزاد کردن. شما فکر نکنید این که کم کم آزاد کردن به این سادگی هاست. تعداد زیادی لشکرهای زیادی اونجا بودن، نیروهای زبده عراق اونجا بودن. اصلا عراق فکر نمی‌کرد اینه. ما در روز 24 خرداد ماه، منو با احمد خانی رفتیم این ما هم بعد برای مرحله اول عکس گرفته شد، انجام شد مرحله اول عملیات. اما تا 13 دیگه وضعیت نیروها و هم خود جا به جا شدن. جای نیروهای اونا با نیروهای ما عوض شده. یدش ما گرفتیم، یدش اونا رفتن عقب. نیرو جا به جا شده. خب عراق قطعا تقویت میکنه، در پی تقویت پدافند کارهای خودش هستش. نیروهای ما احتیاج به عکس داشتن. به ما میگفتن عکس بگیریم، ما میخوام بریم جلو. مقاومت میشده. ما هر روز میرفتیم، حقیقتش نمیتونستیم، میرفتیم رهگیری میشدیم. یه روز یا دوربین داشتیم، یه دونه دوربین بیشتر نداشتیم اون موقع. یه دونه دوربین هم کار میکردیم و وسط کار کامرا فیل روشن میشد، ما رو جا میداشت. تا اینکه روز 24 اردیبهشت ماه 61 من و احمد خانی رفتیم منطقه رو چیز کنیم، منطقه رو به اصطلاح شناسایی کنیم. موقعی که ما رفتیم خیلی مونده بود به خرمشهر برسیم، رهگیری شدیم، حتی بسره رهگیری شدیم، مجبور شدیم که دور بزنیم. وقتی که دور زدیم تو بانک بودیم به طرف ایران، تو قسمت دور عکسمون اکتیویتی هایی دیدیم. در رودخونه دیدیم که در شرق رودخونه، در جنوب ارمن، رود سمت عراق، در داخل عراق اکتیویتی های زیادیه، نیروهای زیادی اومده. ولی اینا میدونین همونطور که تو بخش دوربین ها بهتون گفتم، دوربین اونجاییش که یه دوربین های پن مورد استفاده هست، شناسایی رو میشه از روش کامل کنی، اون 105 درجه وسطشه. اگر لبه عکس بیفته، عکس دیستروشن داره، یعنی کشیدگی داره. این کشیدگی باعث میشه شما نتونین، ممکنه یه سایه های شبحی ببینین، ولی واقعیات رو نمیتونین ببینین. خب ما در این عکس اکتیویتی، فعالیتی اونجا دیده شده، حساسیت روی منطقه زیادتر شد، ولی هر کی بیرفت نمیتونست بره. منم هرچی ما هم رفتیم، هر وقت رهگیری شدیم، بچه های دیگه هم هر وقت رفتن رهگیری شدن یا دوربین چیزو. تا رسیدیم به روز 3 اردیبهشت ماه، روز 3. یعنی اگر میگم 16 زدیم پلو، 12 زدیم، 13 زدیم، 20 روز 3 اردیبهشت ماه. منو صبح، منو بهرام، روز پنجشنبه بود، اومدیم گردان، دیدیم که از قرارگاه کربلا، خدا رحمتش کنه، هوشیار زنگ زد، گفت بچه ها دارید میون. بهرام گفتش که جان سرنگ، تهران که بارون میاد. گفت تهران داره میباره. من الان هوا رو گرفتیم، اونجا هم نوشته بروکن ابریه، که تیم ابریه. گفت خب
شما بیان گفت بیان از پشت ابر که نمیشه عکس بگیریم که. گفتش که جواب پس جناب سرهنگ صیاد رو بدیم. تلفن رو داد به خدا رحمت شد صیاد شیرازی، خدا بیامد به جفته شد داد به صیاد شیرازی. صیاد شیرازی هم خب با بچه ها رو میشتاخ بچه ها گردن ها. به بهرام گفتش که جناب ایکانی هر طور هست بیاییم. گفتش که جناب سرهنگ عکاسی نمیشه بکنیم، ابر هست، من اینجا الان هوا رو هواشناسی گرفتم به روکنه. گفت بله لکه های ابر هست ولی خب خراب میشه، پشت ابر که نمیشه عکس بگیری که. گفت حقیقتش اینه که یه واحد از بچه های سپاه رفتن جلو تلفات دادن بدون عکس، چون این مدت منتظر ما بودن. شما ببین از 13 تا 30 تا اول خرداد شروع شد برنامه به اصطلاح حمله به خاطر آزادی خودم کرد. بله این مدت وقتی که خودتون رو به هر حال برسونید، بچهای ما با این شکستی که بچهای سپاه تلفاتی که دادن بسیار روحیه‌شون خراب شده، فرماندهان واحدهای ما میگن ما اینجا تو این دشت نمیتونیم بمونیم، چون جایی میدونین در پدافند در یه زمین صاف مشکلاتی داره برای اونهایی که نیرو زمینی ها خوب میدونن، یا بیاین اینجا رو عکس بگیرین ما به بچه ها بگیم که آینده، چون نمیدونستن اون روبرو چیه، اصلا نمیدونستن اون پشت دشمن چی داره، عکس بگیرین تا ما عمل کنیم روش، بیاین حتما. گفتیم نمیتونیم. گفت برای تقویت روحی بچه ها شما بیاین. از پشت ابرم پرواز کردیم، حتی عکس اگر جاهاییش نیفتاده، چون از وقتی هوا بروکنه ما نمیدونیم این تیکه ابر درست همون جایی که اونا میخوان هست یا نیست، یه خورده بالاتر پایین تر ما که نمیتونیم اینو ببینیم. گفت شما بیاین از پشت ابرم شد پرواز کنیم اون تا روحیه بچه ها خوب که ما بهشون بگیم که عکس گرفته شده، اگر نه ما عقب نشینی میکنیم، بچه ها میگن عقب نشینی کنیم، شما بیاین حتما. گفتیم چشم. ما بلند شدیم از تهران. خب به بچه های چیزم گفتیم، به بچه های به صلاح F-14 اطلاع دادیم، به بچه های تانکر هم که با همون بود اطلاع دادیم، بلند شدیم، رادار هم که منتظرمون همه رفتیم منطقه. عرض شد که تا عراق انقدر بارون شدید بود که تا 26,000 پا ما رفتیم از تو عبد در اومدیم. با تانکر رفتیم یواش یواش و همینطور که داشتیم میرفتیم هم بنزین گرفتیم، رسیدیم رو ایزه. اصلا فکر نمی کردیم باید بریم جلو دیگه، هوا بد بود. رسیدیم رو دریاچه ایزه، دیدیم بچه های F-14 هم حاضرن، همین جاوید نیا اینا بودن، همین جاوید نیا بود، احتمالا با ابراهیمی بود، نمیدونم با کی بود، ولی میدونم این جاوید چون صداش میدونیم که اصفهانی و لهجه خاصی داره خیلی راحت مشخصه، به هر حال میدونم که صدای اون بود. بچه ها ما اومدیم و اینا هم گفتم فکر نمی کردن ما توی ابر بریم جلو، اینا هم فکر نمی کردن. گفتم که خب بهرام بریم جلو. گفت ابره که خالزا اینجا که ابره نمیشه بریم. گفتم خب ببین من یاد نیست ما گفتن اگه شده پشت ابر هم پرواز کنیم بکنیم برای تقویت روحی نیروها. گفت چرا؟ گفتم خب بریم دیگه، الان بستان هم که دست خودمونه، تا رو بستان میریم، اگه خیلی هوا بد بود خود این جنوب به طرف جنوب بر میگردیم، ریسکی بی خودی هم نمی کنیم، خودمون هم به خطر نمیندازیم. گفت باشه. ما رفتیم ارتفاع مناسب و 50,000 پا رو گرفتیم و شروع کردیم. همچین که رسیدیم رو بستان گشت گرفته بخواستیم چیز کنیم، نگاه کردم دیدم اون جلو صاف صاف سمت چپ هم به طرف جنوب. گفتم بهرام رو بستان میگردیم به طرف جنوب، هوا صاف صافه. رفتیم جلو گشتیم و دیگه سرعت مناسب رو داشتیم، 1.6 ما خوب گرفتیم. بعدم دوربین روشن
گشتیم به طرف جنوب. شاهین جان اینو بگم برات که یکی از چیزایی که من باید عرض کنم، اگه حالا این حرف رو بزنم ممکنه بعضی ها بگن با این همه تخصص و این همه ادعاشون بازم اینا هم یه خودم این چیز حساب، ولی خداییش یه اتفاق افتاد که اصلا نمیتونستیم باور کنیم. این دوربینه که هر روز عیب می آورد، ما وقتی رفتیم به طرف جنوب دیدیم که یک مستطیلی به طول 200 مایل و به عرض 50 مایل صافه انقدر صاف که از ارتفاع 50,000 پا ما جیپ و روزمین می دیدیم، خودرو تانک و اینا که بزرگن نفر برای اینا که خب دیده میشه، ولی جیپ و روزمین می دیدیم انقدر صاف بود. شما ببین وقتی که یه جای ابر یه سوراخ باشه یه جایی خیلی شفافتر اون زیرش شفاف رو می دیدیم. دوربین هم من روشن کردم دیدم پرفکت کار میکنه. خلاصه رفتیم و همچی که سرازی شد یه خودی که رفتیم جلو دیدیم که کاکا حسن در جریان بودش دیگه. کاکا حسن گفت خب بچه ها دو تا از ناصریه بلند شدن دارن میان به طرف کن. گفتیم داشته باشش. این موشک ها هم میزدن سامدو. همه رو خونسا میکردیم میرفت. مثلا سامدو دیگه چیز هست. گفت دو تا از ناصریه بلند شدن. گفتیم خب داشته باشش. این دوتا رو داشته باش 25 مایلی به ما اطلاع بده. چون میدونستیم که برده حد اکثر برده موشک چیزا 24 مایله. ببینین وقتی میگم 25 مایل یکی نگه چرا 25 مایلی. این که ما میدونستیم حد اکثر برده موشک ماترا سوپر ماترا که روی میراجا بود انقدر. خب پس به ما 25 مایل دیگه نمیرسیم. گفتیم 25 مایلی اطلاع بده. گفت باشه. یه خورده دیگه رفتیم جلوتر موشک ها بود و همونطور دوربین هم کار میکرد. پرفکت کار میکرد. این دوربین که هر روز عید می آورد این دفعه پرفکت کار کرد. رفتیم جلو و گفت دو تا از بسته دارن هدان دارن میان. یعنی هدان یعنی از درست از روبرو تون دارن میان. حالا از روبرو میان دیگه 24 ماه دیگه اون بغلمون نمیرسه ما رد میشیم ما. ولی این که هدان میاد ما بهش نزدیک شما هم به ما نزدیک. بعد به سرعت که همینطور داشت میگفت یکی یکی موشک ها رو رد میکردیم اینا، گفتیم که اون دوتا رو داشته باش لحظه ای به ما اطلاع بده. لحظه ای میگفت الان مثلا 15 مایل 18 مایل 20 مایل 30 مایل. یه دفعه گفتش که رد شدین روش از زیر شما رد شدن. گفتیم خب ولش کن. رفتیم جلو رفتیم تا روی اروندرود که رد کردیم جنوب اروندرود رفتیم توی کوپه ابر. حالا ابرم ابر طبیعی نبود، ابر چیزا بود، همین موشک ها بود. هر موشک سامدوی می زدن می اومد منفجر می شد یه کوپه ابر. ما افتادیم توی ابر. یه حالت خلعی داشت یه هواپیما به حالت چطور بگم اوت آف کنترل افتاد. به هر حال ما همونجا دوربین هم قطع شد. دوربین که تا اونجا درست حسابی کار میکرد یه دفعه کامرا فیل لایت روشن شد. ما هم شروع کرد من و بهرام جفتمون برای ریکاوری. بهرام هوشیار هم از اونجا از میدیدن از روز زمین دیگه و 50,000 پای هواپیما ملق بود میاد پایین. میگو بچه ها بپرین بچه ها بپرین بهرام بپر از یه بپرین میگو داد میزن. بعد بهرام میگفت جان سرهنگ اجازه بدین بهرام میکنی میگفت اجازه بدین 10,000 پا رو ببینیم اگر ریکاوری نشد میپریم. اومدیم 16,000 پا دیدیم هواپیما سرعت گرفت. اونایی که اهل فنن میدونن وقتی سرعت دیگه زیاد میشه یعنی که دیگه ریکاوری شدید. سرعت شد 250-300 نات 300 نات 16,000 پا از روی چیز رد شدیم خورم جهر. یعنی باز دوره تو دهن موشک ها شد ولی هیچ چیزی به ما نخورد. جانم تا جانتون ببلا تا روی خورم شهر بمونیم که من اینو ذخیره کنم برسم خدمتتون با هم دیگه اینو جنبندیش کنیم. چشم چشم شما ببلا سلام علیکم. سلام از بنده است.
داری صدای من رو دیگه. من صدای شما رو دارم. همه چی عالی، بفرمایید، در خدمت شما هست. از شما که رسیده بودیم به روی خرمشهر با ارتفاع 16,000 پا. بله 16,000 پا ارتفاعیه که نزدید رادارها پنهانی نسکیزی و سرعت هم کم، سرعت 300 نات دیگه، 250 یواش یواش به طرف 300 میرفتیم و اینا. اما رد شدیم. بهرام گفت چقدر میزنن، بزن بزن اینا. گفتم که خب چیکار کنیم؟ بهرام ایجکت نکنی اگه خوردیم، ببین من اینجا ایجکت ندی از سیر میشیم. گفتم بهمنشیر رد کنیم، اون برای بهمنشیر میپریم بیرون. گفت باشه. خلاصه رفتیم و بهمنشیر رو رد کردیم، سرعت رسید یواش یواش 400 نات دیگه هواپیما ریکاوری شد. رفتیم گفتیم میریم به طرف تانکر. هوشیار پرسید وسیبی چیکار کردی؟ گفتم که سر ما عکس گرفتم، 700 فیت عکس گرفتم، 700 فیت عکس گرفتم، دوربین کار کرد تا انتها. حالا همه چیز رو هم پرفکت بودش. با خداست که ببینید فیلم چی در میاد و ظاهر بشه. فیلم رو رفتیم زیر تانکر رو سوخت گرفتیم و اومدیم تهران. فیلم رو آوردن شروع کردن ظاهر کردن، دیدیم به 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 که واقعا استیل پیکچری که فیلم براق و واضح و خیلی خوب، همونطور که هوا رو از بالا واضح میدیدیم دیدار، به همون ترتیب عکس هم واضح گرفته شد. عکس رو گرفتن و بچه های پی آی لابراتوار کار کردن، همه کارشون کردن و خب یه نسخه برای پاشا و اینا رفت طبق معمول، یه نسخه هم برای قرارگاه کربلا که باید میرفت ارسال شد. روی نسخه‌ای که بود در اونجا کار کردیم، گفتیم که خب چه کار باید بکنیم اینو باید ستونیم. بچه های شکاری خدا بیامرز چیز اسکندری و کیانساگلی اومدن گردان، ما قشنگ بهشون منطقه رو نشون دادیم، گفتیم پل تازه، اون پل چه زدن؟ گفتیم اینا تازه پل زدن. همین که این پل رو زدن که چیز صدام گفت اگر خرمشهر رو بگیریم کلید وسطرم بهتون میدیم، به اتکای همین پل بود. بعد شناخته شد که بله سپاه پنجم عراق هم اومده همونجا در منطقه کوت و زین گسترش پیدا کرده، گسترش آنچنانی هم نه، آماده رد شدن از توت و از رو پل و بیانی بر. یعنی در روز 24 پلی نزده بودن. اکتیویتی ما دیدیم، فعالیت های نیرو، هیچ پلی وجود نداشته. بین 24 تا 30 که ما عکس گرفتیم پل رو زدن. خب برای عراق، مهندسی عراق واقعا آسون بود، اما این پل خیلی طولانی بود چون بعد می زدن به جزیره بوباریان یا هم عمر رساس و از اونجا می زدن به خرمشهر. دو سه تیکه پل بود، یعنی پل وسیعی بود، پل کوچیکی نبود. اینو زدن و دیدیم که خب از ظاهر کندیان عکس این پل هستش، خیلی خوب. اومد اسکندری نمارن گفتن خب اینجا رو چجوری بریم بزنیم، از کجا هستش نقطه نشانی؟ من گفتم که جان سرگل هیچ نقطه نشانی اینجا نداره، بهترین راه که شما برین اینه که برین تو شبه جزیره پاپ، از تو خاک عراق برگردیم سمت ایران، سمت 90 درجه رو بگیریم. ببین این دوتا رو ببینید تو عکس. گفتم این آنتن تلویزیون خرمشهره که اینا برای دیدبانی گذاشته بودن و این یکی مناره مسجد جامع خرمشهره، اینا رو به خاطر دیدبانی نگه داشتن. این دوتا رو شما بذارین پشت سر هم دیگه، بیاین میرین رو پل درمه با ددرکونینگ دی آر برین اونجا تایمو نمیدونم ددرکونینگ دیگه، خود خلبان ها میدونن چیه، ددرکونینگ کنین برگردین بیاین میزنین میبینین. رفتن و ایشون در روز، حالا روزای قبل رفتن یا نه من نمیدونم، روز سوم خرداد ما ارتش هم با این فیلمی که داشتیم موضع جدید دشمن رو میشتاخته خوب، این روز نیروهای سطحی
اینجا نهیم اسم ارتش های ارتش، سپاه، مرزبانی، نمیدونم نیرو دریایی، هر کسی اونجا بود، از همه جا حمله کردن، بسیج، همه چی به طرف خرمشهر شروع کردن پیش رفتن. در روز سوم خرداد ساعت 13:30 دقیقه اسکندری پلو زد و ساعت 14 که فایل صوتیشو من دارم، سرهنگ هوشیار به چیز میگه که تلفن میزنه به وحدتی، به توانگریان میگه آی توانگریان من چیز کردیم این پلو اسکندری دادیم بزنه، میگه زدم، شما هم باید برو برای اطمینان یه چیز کن، چک کن بزنش همون کن کارو. همزمان مهرداد بیضایی و دلفانی هم برای پست اشتراک رفته و بالا عکس بگیرن. ساعت دو، رأس ساعت دو توانگریان از اونجا گزارش میکنه که فایل صوتیشو من دارم ها، گزارش میکنه که پل زده شده، من بمبام هم لازم نیست بزنم، پل منهدم شده، لازم نیست دیگه نمیزنم، برمیگردم. بچه هم از بالا عکس میگیرن، میگن پل زده شده، کامپر میشه. از همون لحظه ساعت 1:30 که پلو زدن، دیگه نیروهای عراقی نتونستن تقویت کنن و نتونستن عقب نشینی کنن. یواش یواش دستاشون رو بالا کردن و تا ساعت 3:15 بعد از ظهر دیگه خرمشهر آزاد شد. روز سوم خرداد ماه، یعنی 2-3 ساعت بعدش خرمشهر آزاد شد. اما این آزادی خرمشهر به نظر من و نه شخص من، شخص همه، این بود که این ارزشش به این بودش که ما نمیتونیم بگیم خرمشهر آزاد شد، چون بعد از آزادی خرمشهر صدام نیروهاشو در تمام جبهه ها عقب کشید. اولا 22,000 نفر نیروشو در این چیز عدد داد، یعنی در این فیروزی 18,000 نفر اسیر شدن، بقیه از بین رفتن، کشته شدن و بعدن خرمشهر هم به دست نیروهای ما افتاد، آزاد شد. حالا بعد کلیدشو میداد که نداد، اما چیز کرد، اما نیروهاشو در تمام نقاط کشید به پشت مرزهای بین المللی، عقب نشینی کرد. پس اسم این فتح الفتوح بزرگترین فتحی بود که ایران کرد، نه فقط یه دونه شهر رو پس بگیره، یعنی همه جا صدام رفت فقط، و کشورهایی هم که قاشق خلیج فارس و عربستان اینا هم پشتیبانش رو کویت و غیره اعلام کردن که ما خسارات شما رو میدیم، 100 میلیارد دلار خسارات جنگی به ایران میدیم دیگه تمومش کنیم. صدام هم که رفت پشت مرزهای بین‌المللی. اما